نیز ازش استفاده کنیم. نکته دوم نیز اعلام میکنه تمرکز به دیدنی های دروغین. طبیعتا همینطور هست، یعنی زمانی که من میشنوم بلافاصله نگاهم رو صورتم رو بر میگردونم تا ببینم این صدا از کجاست، پس بعد میبینم و به آنچه که من میبینم متاسفانه این نیز باعث این خواهد شد که هم شنیدن و هم دیدن دلیلی بر این بشه که من شرایط سرد و ناامیدی رو نیز بپذیرم. میخواییم با هم دیگه اگر لطف کنید دوم پادشاهان 6:8-17 رو با هم داشته باشیم. فوکوسمون رو میبره جایی که دو تا از خادمین خدا اونجا هستن، هرچند هر دو خادم خدا هستن، اما میبینیم که هر نگاهی اینجا چقدر با هم متفاوت هست و تأثیر این نگاه‌های متفاوت باعث این شده که شرایط گفتاری اونها، موقعیت فیزیکی اونها و اندیشه و روحیه اونها چقدر با هم فرق کنه. یه مثال آفریقایی میگه دروغ شکوفه می‌آورد اما میوه ندارد. وقتی ما توجه می‌کنیم به آنچرا که دروغ هست، مثل یک سراب دروغ می‌بینیم، به خودش که میرسیم میبینیم نیستش. درست. پس چه لزومی داره اجازه بدیم نگاهامون به چیزهای منفی و نگاتیو باشه که ضمیر زندگی ما رو به هم برسن؟ بله بفهم. دوم پادشاهان 6:8-18. بله لطفا. 17. و پادشاه ارام با اسرائیل جنگ میکرد و با بندگان خود مشورت کرد، گفت در فلانجا اردوی من خواهد بود. اما مرد خدا نزد پادشاه اسرائیل فرستاده گفت با حذر باش که از فلانجا گذر نکنی، زیرا که ارامیان به آنجا نزول کردند. و پادشاه اسرائیل به مکانی که مرد خدا او را خبر داد و وی را از آن انذار نمود، فرستاده خود را از آنجا نه یک بار و نه دو بار محافظت کرد. و دل پادشاه ارام از این امر مضطرب شد و خادمان خود را خوانده به ایشان گفت آیا مرا خبر نمی دهید که کدام از ما به طرف پادشاه اسرائیل است؟ و یکی از خادمانش گفت ای آقایم چنین نیست، بلکه الیشع نبی که در اسرائیل است پادشاه اسرائیل را از سخنانی که در خوابگاه خود می گویی مخبر می سازد. او گفت بروید و ببینید که او کجاست تا بفرستم و او را بگیرم. پس او را خبر دادند که اینک در دوتان است. پس سواران و عرابه ها و لشکر عظیمی به دانجا فرستاد و ایشان وقت شب آمده شهر را احاطه نمودند. و چون خادم مرد خدا صبح زود برخاست بیرون رفت، اینک لشکری با سواران و عرابه ها شهر را احاطه نموده بودند. پس خادمش وی را گفت آه ای آقایم چه بکنیم؟ او گفت مترس، زیرا آنانی که ما با ما یند از آنانی که با ایشانند بیشترند. و الیشع دعا کرده گفت ای خداوند چشمان او را بگشا